سرخط خبرها. وضع مقررات بر نشرات رسانه‌های تصویری، رعایت حجاب توسط گوینده‌های زن اجباری شد. معاون رئیس الوزراء: آغوش گروه طالبان برای همه باز است. حکومت طالبان به نمایندگی از پاکستان با طالبان پاکستانی گفتگو می کند. وزیر دفاع امریکا: تحت هر شرایطی مبارزه علیه تروریسم را در افغانستان ادامه می دهیم. و انفجار خطرناک در پنجشیر. باید خدا به که زیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. تقاضا می کنیم تا آخر این ویدیو با ما باشید. وضع مقررات بر نشرات رسانه های تصویری، رعایت حجاب توسط گوینده های زن اجباری شد. وزارت عمل بالمعروف و نهی از منکر طالبان با وضع مقررات جدید بر نشرات رسانه های تصویری، رعایت حجاب اسلامی توسط گوینده های زن را اجباری و نقش بازی کردن زنان در برنامه های تلویزیونی را ممنوع اعلام کرد. شیخ خالد حنفی سرپرست این وزارت گفته است که شمار از رسانه ها برنامه های را نشر می کنند که در تضاد با شریعت اسلامی و عنعنات افغانی است و باید از نشر این برنامه ها خودداری شود. حنفی این گفته ها را یک شنبه 30 اقرب در نشست با مسئولان رسانه ها بیان کرده است. خبرگزاری دولتی باختر نگاشته است که حنفی در این نشست در مورد نظام اسلامی صحبت کرده و گفته که شریعت اسلامی بر عمل بالمعروف و نهی از منکر تاکید کرده است. شیخ حنفی عصر حاضر را عصر فتنه خوانده و گفته است که باید بالای معرفات بیشتر کار شود تا منکرات ختم شود. او استعمال زبان و قلم را عبادت عنوان کرده و گفته است که اگر اینها درست استعمال شود عبادت است و اگر نشود گناهی بزرگ است. وزیر عمل بالمعروف و نهی از منکر افزوده است که شمار از رسانه ها برنامه هایی را نشر می کنند که در تضاد با شریعت اسلامی و عنعنات افغانی است و باید از نشر این برنامه ها خودداری شود، زیرا نشر این برنامه ها ذهنیت و عقیده جوان ها را مشخوش می کند. او از رسانه ها خواسته تا با وزارت عمل بالمعروف و نهی از منکر همکاری کند و در این مورد تبلیغات منفی نشود. زبیلا مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی طالبان نیز در این نشست گفته است که ما از رسانه ها حمایت میکنیم، اما در چوکات شریعت اسلامی نشرات کنند. او از مسئولان رسانه ها خواست تا برنامه هایشان را مطابق ارشادات دین مبین اسلام و شریعت تنظیم کنند. معاون رئیس الوزراء: آغوش گروه طالبان برای همه باز است. مولوی عبدالکریم معاون سیاسی رهبر رئیس الوزراء طالبان در دیدار با متنفذین شیعه گفته است که آغوش گروه طالبان برای همه باز است. با گزارش خبرگزاری باختر، این دیدار امروز یک شنبه 30 اقرب انجام شده است. مولوی عبدالکبیر در این دیدار گفته است که افغانستان خانه مشترک همه افغان هاست و آغوش گروه طالبان برای همه باز است. او گفته که طالبان تلاش دارند که زمینه خدمت افغان ها را فراهم کنند. این در حال است که طالبان دولت را تشکیل داده که همه اعضای آن طالب و اکثریت پشتون هستند و هیچ جایگاهی برای سایر اقوام افغانستان به ویژه شیعه هزاره در نظر گرفته نشده است. ترکیب دولت واکنش های منفی گسترده ای را برانگیخته و تا اکنون هیچ کشور این دولت را به رسمیت نشناخته است. اکثر کشورهای منطقه و جهان بر تشکیل دولت فراگیر با مشارکت تمام اقوام افغانستان تاکید دارند. حکومت طالبان به نمایندگی از پاکستان با طالبان پاکستانی گفتگو می کند. یوسف مشاور امنیت ملی پاکستان می گوید که حکومت طالبان در افغانستان به نمایندگی از پاکستان با گروه طالبان پاکستانی در حال مذاکرات صلح است. طالبان اما این ادعا را رد کرده و گفتند که تنها میانجی هستند و از دولت پاکستان نمایندگی نمی کنند. آقای یوسف این سخنان را در مصاحبه با خبرگزاری پاکستانی بیان کرده و افزوده که مذاکرات میان دولت اسلام آباد و طالبان پاکستانی با میانجیگری طالبان افغانستان آغاز شد و ادامه دارد. او گفته که طالبان افغانستان به دولت پاکستان اطمینان دادند که ما به نمایندگی از شما با طالبان پاکستانی صحبت میکنیم و اکنون نیاز نیست شما با آنها رو در رو دیدار کنید. این مقام ارشد پاکستانی گفته که پیش از این گفتگوهای پاکستان موضع خود را با طالبان افغانستان شریک می کند و آنان این موضوعات را در مذاکرات مطرح خواهند کرد.
او ادعا کرد که در حال حاضر برخی از اعضای طالبان پاکستانی و خانواده هایشان در خاک افغانستان زندگی می کنند، اما حکومت طالبان به پاکستان تعهد داده که نمیگذارند از خاک این کشور علیه پاکستان استفاده شود. با این حال طالبان ادعای مشاور امنیت ملی پاکستان را رد کرده و گفتند که به عنوان میانجی در این مذاکرات حضور دارند، اما هیچگاهی از پاکستان نمایندگی نمی کنند. وزیر دفاع امریکا: تحت هر شرایطی مبارزه علیه تروریسم را در افغانستان ادامه می دهیم. لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده امریکا روز گذشته شنبه 29 عقرب در یک نشست امنیتی گفته است که با وجود بیرون شدن از افغانستان، امریکا هنوز متحد است تا مبارزه علیه تروریسم را در افغانستان ادامه دهد. با گزارش اسپوتنیک به نقل از آماج نیوز، آقای آستین گفته با وجود اینکه از افغانستان خارج شدیم، اما مبارزه با تروریسم را در آنجا ادامه می دهیم. و گفته وی مقابله با تروریسم در افغانستان، چی القاعده و چی داعش، یعنی گروه های تروریستی ممنوع در روسیه، نیاز به همکاری دارد. این در حال است که با روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، کشورهای جهان به ویژه کشورهای منطقه از نفوذ گروه داعش در افغانستان نگرانند و بر مبارزه علیه این گروه تاکید دارند. از این میان کشورهای همسایه همچون تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و ترکمنستان با نگرانی از نفوذ گروه‌های اسلامگرا به کشورشان، سرحدات خود را با افغانستان مجهز با نیروهای نظامی کردند. گروه تروریستی داعش شاخه خراسان در کمتر از 3 ماه حکومت طالبان چندین حمله مرگبار به ولایت‌های افغانستان انجام داده است که ده‌ها افراد ملکی و غیر نظامی کشته و زخمی شدند. انفجار در پنجشیر: در اثر انفجار یک ماین کنار جاده‌ای در ولسوالی رخه، دو نفر زخمی شدند. با گزارش اسپوتنیک به نقل از افغانستان انترنشنال، در اثر یک انفجار ماین کنار جاده‌ای در ولسوالی رخه پنجشیر، دو نفر زخمی شدند. بر پایه این گزارش مردم محل میگویند هدف از این بمب‌گذاری موتورهای طالبان بوده، اما یک موتور مسافربری هدف قرار گرفته است. راننده و شاگرد راننده موتر در این حادثه زخمی شدند. منابع محل میگویند این حمله کار داعش است. یادآوری میکنیم که پنجشیر آخرین ولایت بود که از سوی گروه طالبان تسخیر شد و تا اکنون هم میان گروه طالبان و جبهه مقاومت ملی افغانستان درگیری های پراگنده در این ولایت جریان دارد و گروه طالبان نتوانستند تا اکنون به طور کامل بر این ولایت تسلط پیدا کنند. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر کافی از ویدیو را لایک و چینل ما را سابسکرایب کنید.